iranianmovies.com. That iranianmovies.com. درخشش و شکوفایی دیگری از خرد، دانش و تخصص ایرانیان در جهان. مجموعه مدرن خرد زندگی شامل 4 CD. خرد آرامش درون، راهی مفید برای بازگردانی سلامت روح و جسم شما. خرد خواب آسوده، بهترین همراه برای بهره‌گیری از خواب کامل و سالم. خرد بدن. با سلام دوباره به برنامه ندای درون خوش آمدید و خیلی خوشحالم که شما از تمام ترافیک ایرواین بالاخره به ما رسیدید. خیلی ممنونم که با زمان کم تونستیم که شما رو اینجا داشته باشیم و به خاطر اینکه خب خیلی از دوستان همیشه مکررن می‌نویسن که بحثایی که شما به وجود میارین خیلی جدیده برای اشخاص و خیلی خیلی مایل هستن که بشنون. جناب دکتر نیری، من با دوستان که خب صحبت دیدگاه روانشناسی رو روی واقعیت و حقیقت داشتم میگفتم و اینی که خب همه ماها برداشت های ماست که ما رو واقعیت رو برای ما میسازه از فضای روانشناسی و اینی که آیا واقعیت رو ما داریم میسازیم یا یک واقعیتی وجود داره و فقط ماها توش غوطه میخوریم، و داشتم باز میکردم که به هر صورت شاید هر دوی اینها هست و یه قسمتیش که ما میسازیم اونجایی که اهدافی رو برای خودمون درست میکنیم. اگه ما هدفی رو نذاریم، هیچ وقت قدمی رو نمیگذاریم که اون اهداف رو بهشون برسیم. پس اون مدل نگاه کردن یک حق واقعیتیه که من اون رو دارم میسازم، چون خودم اول تصورش رو میکنم، قدمها رو میذارم تا بهش برسم. و یک واقعیتی هست که فرضاً زمین هست، این میز هست، این گل هست و در کنار این من این میز رو الزاماً نساختم یا در فکرم نیستش که این میز هست ولی شما چیز دیگه ای فکر میکنین، و واقعیت دیگه ای هم هست که من هم در کنارش دارم زندگی میکنم و غوطه میخورم. و خوشحال میشم که شما از آخرین پدیده هایی که فیزیک کوانتومی راجع به واقعیت و حقیقت صحبت کرده رو یه گفتگویی با هم داشته باشه. اولا اجازه بدید منم به سهم خودم سلام بگم، به عرض کنم خدمت بیننده‌های گرامی و همینطور از شما تشکر کنم از دعوت مجددی کردین و همینطور پوزش بخوام به خاطر تأخیری که این ترافیک وحشتناک شهر لس آنجلس داره. هفته پیش جای شما و بیننده‌های گرامی که به هر حال به این دو موضوعات علاقه‌مندن، خالی به خاطر اینکه با یک روز کامل رو من این بخت و اقبال رو داشتم که با کسانی که تمام عمرشون رو گذاشتن بر روی بنیادهای فیزیک کوانتومی و فلسفه فیزیک کوانتومی و کسانی هستن که کاملا شناخته شده هستن در این مسئله، یک روز رو در هفته پیش بگذارنیم و جلسه داشته باشیم باهاشون که اصلا همین مسئله واقعیت و اینکه آیا انسان بالاخره و یا هر موجودی بالاخره در زندگیش آدمیست، موجودی است که اختیار داره و یا اینکه تماما جبر زندگی وجود داره، و حالا اگرم داره آیا امیدی هست که بتونه آینده رو تغییر بده و یا نه در اون چیزی که از قبل براش تصمیم گرفته شده مجبور هست انجام بده. اگه دقت کنین این خیلی بحث‌های فلسفی زیادی رو هم به وجود میاره به غیر از بحث‌های روانشناختی، چون حتی مثالی که زدن آقای آهارنوف که اثری به اسم آهارنوف بوم استاد ایشون بود و شاگرد اینشتین، بنابراین من در واقع با نوه علمی اینشتین ملاقات داشتم هفته پیش. آقای آهارنوف و استادشون بوم، اینها اصلا یک اثری هست در فیزیک کوانتومی به اسم آهارنوف بوم، نقل میکرد که در انگلستان یک دادگاهی بوده و در اونجا قاتل در واقع این رو عنوان داشته که من اگر که قبول کنیم که انسان موجودی است کاملا مجبور و به علت این است که جبر زندگی وجود داره و هیچ اختیاری از خودش نداره، اگر قتلی هم مرتکب شده به این دلیل بوده که چاره دیگه ای نداشته. هیچ نوع
فری ویل یا اختیاری در زندگی وجود نداره که بشه این کار انجام داد. و این نگرشه که اصطلاحاً در دیدگاه فلسفی بهش نگرش دترمینیستیکی میگن، یعنی قطعیتی میگن، همه چیز برای شما از قبل پیشبینی شده، شما مثلا روی پیشونیتون مهر این خورده که فرض کنید، بدون اینکه بخوام به کسی توهینی بکنم، ولی فرض کنید که مهر این خورده که شما اگه گدا قرار بوده باشین تا ابد گدا خواهید موند و هیچ امکان این که بتونین از این ورطه خودتون رو بکشید بیرون نیست. حتی اگرم بکشین بیرون، این در واقع سرنوشت شماست که از قبل تعیین شده، یعنی شما هیچ نوع دخالتی در تعیین سرنوشت خودتون ندارید. این در واقع نگرش کاملا مکانیکی و دترمینیستیکی یا قطعیتی فیزیک کلاسیک نیوتونی هستش. یعنی شما هیچ نوع اختیاری در همونطوری که ما برای هر موجود غیر زنده این رو میتونیم تصور بکنیم، یعنی شما ماشینتون وقتی که بنزینش مشخص باشه، باد تایراش مشخص باشه، میزان سرعتش مشخص باشه، کاملا میتونین بگی این تا چقدر میتونه براتون دوام بیاره، تا چقدر میتونه کار بکنه و نهایتا هم سرنوشتش به کجا میانجامه. مثلا شما نمیتونید انتظار داشته باشید که فرض کنین ماشین شما در آینده مثلا در جایگاه یک وزیر یا سناتور یا یک رئیس جمهور قرار بگیره، یا ماشین شما هواپیما بشه. دقیقا. یعنی سرنوشت ماشین شما با توجه به خصوصیاتی که داره مشخص و قطعی و محتومه. این نگرش به نظر می آمد، یعنی من خودم تا هفته پیش که با این بزرگانی که در واقع شاید بعضی از بینندگان شما میشناسن، آقای پروفسور آهارنوف و پال دیویس که کتاب‌های بسیار زیادی ایشون داره در ارتباط با فلسفه فیزیک کوانتومی، و همینطور آقای استاپ که یکی از پیشگامان ایشون، استاد فیزیک دانشگاه برکلی هستن، پیشگامان نظریه ایشون، در ضمن شاگرد هایزنبرگ معروف در فیزیک کوانتومی هم بودن که ارتباط بین کانشسنس و فیزیک کوانتومی رو مطرح میکردن. و یکی از مسائلی که اون روز مطرح شد این هستش که خب به هر حال فیزیک کوانتومی با این ایده میاد که همه چیز بر اساس احتمالات، بنابراین قطعیت از بین میره، و اصلا این مسئله رو به وجود آورد که خب یک نوع آزادی و فری ویل وجود داره برای انسان ها. متاسفانه مثل که اونطوری هم که به نظر می آمد نیست. گفتمانی که هفته پیش بود خیلی خیلی جالب بود که در فیزیک کوانتومی در واقع هیچ چیزی به طور مشخصی وجود نداره. اصطلاحا میگن همه چیز در یک حالت هایپر استیت قرار داره، یک نوع ابر حالت قرار داره، یه فوق حالت وجود داره. یعنی فرض کنین همه ما انسان ها در اون حالتی که میخوایم تصمیم گیری بکنیم، میگیم مرددیم، نمیدونیم که آیا این کار بکنیم یا اون کار نکنیم، در واقع برای تمام اجزای کل عالم به نظر میاد یه همچین حالتی وجود داره. اگه بخوایم بگیم کل عالم یه عالم کوانتومی، یعنی در یک هایپر استیتی قرار داده که شما مثلا فقط میتونید بگید که احتمال داره شما 50% چنین تصمیمی رو بگیرید، 50% یه تصمیم دیگه رو بگیرید، یا 30% یه تصمیم رو بگیرید، 70% یه تصمیم دیگه. تا زمانی که شما اون تصمیم رو نگیرید شما در این حالت وجود دارید، حالت احتمالات. دقیقا. و بنابراین اتفاقا این صحبتی که پروفسور استاپ از دانشگاه برکلی میکرد همین بودش که بنابراین به نظر میاد برای گرفتن چنین تصمیم گیری یا برای این که شما چنین ایدهی رو بتونین جامعه عمل بپوشین، احتیاج میاد که یک ذهن کانشس یا هوشیار داشته باشید و فری ویل. خب حالا تصمیم دقیقاً. خب حالا نکته همینه. آقای آهارنوف اونجا یک مسئله رو مطرح کرد که واقعا برای من بسیار بسیار جالب و نو بود. یه ایده ایست که چند سالی سیکشون داره و من متاسفانه از این ایده آگاه نبودم که ایشون داره در فیزیک کوانتومی مطرح میکنه، و خیلی علاقه‌مندم که بتونم ایده های ایشون رو در جاهای دیگه دنبال بکنم. ایده ایشون این هستش که ظاهرا اونجوری هم که ما فکر میکنیم ما اونقدر هم آزاد نیستیم در حتی در تصمیم گیری و فیزیک کوانتومی.
و اشاره میکردن که در واقع ما تا به حال